گویی عمدی حتما برای شما هم پیش اومده به پزشکی مراجعه کنین و با سری از واجه های تخصصی و اصطلاح های پزشکی روبرو بشین. این واجه ها برای متخصص ها معنای روشنی دارن. اما اگه فردی تلاش کنه تا با استفاده از اونا خودش رو متخصص جلبه بده تا دیگه نیازی به اثبات ادعاهاش نداشته باشه مرتکب مغلطه شده. بعضی هم برای مرعوب کردن مخاطبشون واجه های پیچیده رو پشت سر هم ردیف میکنن در حالی که واقعا چیزی به بحث اضافه نمیشه. این روش جدلی مغلطه پیچیدگویی یا مغلقگویی نام داره که در واقع استفاده بی مورد از اصطلاحات تخصصی و گاهی واجه های ساختگی یا به زبان ساده تر قلوم به سلوم در دنیای سیاست پیچیده حرف زدن رواج داره. بعضی از چهره های سیاسی عمدن پیچیدگویی می‌کنند تا حرفشون عمیق و پرمعنا به نظر برسه. مثلا حسن عباسی سخنران و سیاستمدار ایرانی که خودش رو رئیس مرکز بررسی های دکتورینال امنیت بدون مرز معرفی میکنه درباره موقعیت جهانی ایران گفته موقعیت ژئوکالچر ایران در جهان امروز مقوم جهان ژئوپارادایم دو قطبی خداگرا و بشرگر است و اگر فرهنگ ایرانی شیعی نبود نظام دو قطبی نوین در جهان شکل نمی گرفت. اهمیت ژئواستراتژیک استراتژیک ایران در جهان از این روز که نه تنها خود یک قطب این نظام دو قطبی است بلکه خود این نظام را شکل داده است. راه مقابله با این مغلطه اینه که به طرف یادآوری کنیم به کار بردن های تخصصی و پیچیده برای پیش بردن بحث کافی نیست و لازمه که ادعاش رو با شواهد مستدل و منطقی ثابت کنه. فرض کنین به رشته فلسفه علاق مندین و با گذروندن یکی دو دوره درسی با منطق و مقالطه های منطقی آشنا شدیم. حالا دیگه در هر بحثی مغلطه موجود در حرفهای طرف مقابل رو گوشزد میکنین و در تمام جمع حرف اول و آخر رو میزنین. از این نقش جدیدم خوشحالین رو فکر میکنین برگ برنده دستتونه اما سوال اینه که آیا به صرف دونستن اسامی مغلطه ها میتونیم بحث منطقی هم بکنیم؟ اگه صرفا اسامی مغلطه ها رو به سوی مخاطب پرتاب کنیم بدون اینکه دلایل معتبر و منطقی برای انتقادمون داشته باشیم خودمونم مرتکب مغلطه شدیم این اشتباه استدلالی رو به عنوان اینکه مغلطه است میشناسند ادعای مغلطه بودن یه استدلال خودش باید ثابت بشه در حالی که بعضیا تنها با گفتن اینکه داری مغلطه میکنی کل استدلال طرف مقابل رو رد میکنن. تازه حتی اگه به درستی مغلطه ای رو که طرف مقابل مرتکب شده تشخیص داده باشیم بدون توضیح و صرفا با یک اسم نمیتونیم در بحث برندشیم یادمون باشه دونستن راه و روش درست استدلال منطقی یا دونستن انواع مغلطه ها دلیل نمیشه که استدلال هامون همیشه معتبر باشن حتی بعضی از فیلسوفای به نام تاریخ هم در دام مغلطه افتادن همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید تک تک ادعاهامون رو به دقت بسنجیم تا در این دام نیفتیم.